ولی کوک این ساز فرق میکنه، کوک لا ر سول که در متدهای ترکی جداگانه ای برای این ساز نواخته میشه. کوک لا ر سول کوک دست بلنده و کوک دست کوتاه میشه ر سول لا، به این صورت که نوع آرایش قطعه و نوع حرکت دست به طور کلی متفاوته. دوست عزیز بنده جناب آقای آرش مظفری که نوازنده بسیار خوبی هستند و سالها پیش با خود من این سازو شروع کردند ولی و بعد هم با استاد بنده جناب آقای بابک شریفی این ساز رو ادامه دادن، به واجدیت زیادی روی متدهای ترکی کار کردن و ساز دست کوتاه، دست بلند و همینطور گونه های دیگه مثل جورا که امروز هم یه معرفی خیلی کوتاهی از جورا خواهند داشت، به نوازندگی سازهای مختلف خانواده باقلاما میپردازند و در حال حاضر هم به تدریس این ساز و اجرای این ساز در استودیوها و صحنه اجرای موسیقی میپردازند. برای ما امروز یه قطعه آشنا از موسیقی مخصوص ساز دیوان، یعنی موسیقی منطقه آنادول در ترکیه و کردستان بزرگ به اصطلاح اجرا میکنن، قطعه اثر عارف ساگ که به نام بوگون بزه پیرگلده، گلری تازه گلده، یعنی در واقع امروز پیر ما می آید و گلی تازه برای ما به سمت ما میاد که این قطعه در وصف حضرت علی هست، برای ما به صورت بی کلام اجرا میکنن. این قطعه که اجرا شده توسط خواننده های ترکیه در ترکیه از شهرت و محبوبیت خاصی برخورداره و عارف ساگ هم از بزرگترین و معتبرترین نوازنده های این ساز است. این قطعه رو به صورت بی کلام، قطعه که در وصف حضرت علی هست، میشنویم. خب برای اینکه دوستان حالا بتونن مقایسه بهتری بین نوازندگی دست بلند و دست کوتاه رو به عمل بیارن و بهتر بشناسن، یه قطعه رو انتخاب کردیم که این قطعه از ساخته‌های عاشق محزونی شریف هست، از آهنگسازان بزرگ ترکیه در واقع منطقه، همون منطقه آنادولیا کردستان، که این قطعه رو من با دست بلند براتون اجرا میکنم و بعد جناب آقای آرش مظفری با دست کوتاه براتون خواهند نواخت. ساز دست کوتاه میشنویم. Thank you.
از روش‌های نوازندگی دیوان دست کوتاه یا همون باقلاما روشی است به نام روش شلپه باقلاما یا شلپه، که این روش درش از مضراب استفاده نمیشه و مثل تنبور انگشتان دست راست نقش مضراب رو ایفا می‌کنه. همچنین در بعضی مواقع هم از تپینگ که در گیتار هم و مخصوصا گیتار برقی استفاده میشه، ما در این ساز داریم که خواهید دید انگشتان دست راست میان روی دسته و در طول دسته با ضربه هایی که به سیم زده میشه صدا رو از ساز میگیریم و همینطور با کمک نوع پردگیری و انگشت های دست چپ به کمک هم دیگه بدون اینکه مضراب بزنیم و روی صفحه ساز بزنیم میان روی دسته و صدای نوت ها رو در میاریم. از کسانی که تو ترکیه در موسیقی ملی ترکیه نقش چشمگیری در ابداع این سبک داشتن عارف ساک و اردال ارزنجان هستن و خیلی از نوازنده ها این روش شلپه رو میزنن، اما این روش با دست کوتاه قابل اجراست به خاطر اینکه کوک ساز بالاست، سیم اول ر صدا میده، سیم دوم سل و سیم سوم لا. به خاطر همین با این کوک بالا میتونیم از تنین صدای ساز استفاده کنیم و اون شفافیتی که مورد نظرمون هست ازش بگیریم. اما در این روش صدای ساز تا حدی شبیه تنبور میشه، فرم خاصی پیدا میکنه، روحیه‌ای هستش که به قول معروف این ساز رو پتانسیل های بالاش رو نشون میده. ما در حدی که فرصت داریم، به خاطر اینکه فرصت زیادی در این سیدی نیست و انشالله در آینده در سیده های آموزشی دیگه که درباره ساز دیوان ارائه خواهد شد درباره ابعاد مختلف ساز دیوان صحبت خواهیم کرد. در اینجا دوست عزیزم آقای مظفری قسمتی هم خیلی مختصر با روش شلپه باقلاما در میزان 5 ضربی براتون خواهند نواخت. در این قسمت بعد از اینکه با ساز دست کوتاه آشنا شدیم، با نمونه بسیار کوچکتر خانواده باقلاما آشنا میشیم که بهش جورا یا جوره میگن، که این ساز جوره 6 تا سیم داره، اون ساز باس پایین رو که مال سیم اول هست نداره و در ارکستر هم ازش به عنوان ساز سوپرانو استفاده میشه، مخصوصا در ارکسترهایی که فقط خانواده باقلاما هستن، یعنی دیوانهای بزرگ دست بلند که صدای بمتری دارن، دیوانهای دست کوتاه و حتی دیوان باس هم که در ترکیه ابداع شده و این ساز جورا به عنوان ساز سوپرانو صدای بسیار نافذی داره. دقیقا یک اکتاب بالاتر کوک میشه، یعنی در واقع لا نمیتونیم کوکش بکنیم، سول کوک میکنیم معمولا به خاطر اینکه ساز تحمل و کشش این که بخواد دقیقا یک اکتاو کاملا بالاتر کوک بشه نداره، معمولا رو سول کوک میشه، که با این ساز هم قطعات خیلی کوتاهی و به حد اینکه فقط صدای ساز جوره رو شنیده باشین آقای مظفری دوست عزیزم اجرا خواهد کرد.